کارفرما حقوق کارگرامون رو سالی 30% مثلا اضافه میکنیم، تا آخر سال بی‌نظمی مالی و ایلیگارشی مالی که وجود داره 50% تو جیب کارگرامو برمی‌داره. من وضعیت کارگر رو خیلی بد میدونم و گناه نابخشودنی میدونم از اینی که آفر شیم از طبقه زحمت کش و کارگر. باشه، اون نمیتونه زندگی معلمینت مثلا در یه حدی باشه که برسه به زیر خط فقر، بعد بگی من میخوام توسعه داشته باشم. خب نمیشه. الان مهد کودک شده مای دومیتون، مگه چیه؟ مگه آکسفورده؟ مگه دانشگاه آکسفورد دیگه مایی 2 میلیون تومن پول مهد کودک میخوان بگیرن و وزارت کشاورزی به نان این مملکت آسیب زده از من اگه سوال بکنه؟ بنابراین نونو خرابش کردم. من کاری به گرونی و ارزونی و ایناش ندارم. یه جا میخری بربری رو 600 تومن، یه جا میخری 1000 تومن، یه جا میخری 1500 تومن، یه جا میخری 2000 تومن. من بربری خریدم 2500 تومن، سنگکش رو میخری 2 تومن، 3 تومن، 4 تومن، 5 تومن. من خیلی حرف دارم بزنم، ولی میدونی میترسم دوستانم در وزارت کشاورزی فکر کنن حالا از اینکه موضعشون یه مقداری تضعیف شده من دارم سوء استفاده میکنم، و اینه که امرو حرف نمیزنم، ولی خیلی حرف دارم. نان ثروتمندانی به وجود اومدن که من از یک خانواده بسیار ثروتمند اومدن بیرون. ما پدرمون خوراک دام کشور مدرن ترینش مال ما بوده، مزرعه های مال ما بوده، کارخون جات داشتیم. و من اصلا این چیزایی که میبینم تا حالا ندیدم. من الان رفتم جاهایی رو دیدم که پول آسانسورش اندازه ثروت 30 تا کارگر 40 تا کارگر. خب این تبعیضه و اینا پولای دزدیه. این بغض دیگه از گلوی کارگرها فرو تو نمیره و منجر به انقلاب میشه، منجر به انقلابات کارگری میشه. خر و بخور دارن میخورن، خدمات مالیات نمیده، حسابای بانکی بهره میگیره بدون زحمت مالیات نمیده، طلا میخرن 25000 تا 30000 تا مالیات نمیدن، آپارتمان مسکن مالیات نمیده. کی مالیات میده؟ کارگرا. کی مالیات میده؟ کارمندا. و این اشرافیتی که من در ایران میبینم در هیچ جای دنیا نمیبینم. خدا یا شاهد باش ما جلو این دوربین شما گفتیم، این پارتی های شبانهی که من دیدم در هیچ جای دنیا من نمیبینم.